به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. به نقل از فیسبوک سیام نیا، فرهناز فروتن: در انگام مصاحبه با طالبان، آنها به جای دیدن به طرف دوربین، چشمشان به موها و بدنم دوخته شده بود. همچنین در یک خبر دیگر، امرالله صالح: منتظر ذوب شدن طالبان در کوره جامعه باشید. 8 صبح، کابل. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، در یادداشت فیسبوکی طالبان را یک گروه کوچک زشت و خشن توصیف کرده و وعده ذوب شدن این گروه را در کوره جامعه به مردم داده است. معاون اول ریاست جمهوری این یادداشت را روز دوشنبه 23 مصنبله در صفحه فیسبوک خود نشر کرده است. این یادداشت با لحن تون نوشته شده است. صالح در یادداشت خود زیر عنوان پایه‌های اعتماد به نفس، طالبان را گروهی کوچک، زشت و خشن خوانده و جمهوریت را اکثریت ارزش محور انسانی توصیف کرده است. او نوشته است: پس تشویش نکنید و منتظر ذوب شدن طالب در کوره جامعه باشید. تاریخ گواه پیروزی زشتی بر زیبایی نیست و نخواهد بود. معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرده است که فرد سربازان نیروهای امنیتی داوطلبند و هیچ یک از این سربازان تسلیم نشده و تا آخر ایستاده و میستد. امرالله صالح همچنان گفته است که هیچ مرکز اساسی نیروهای دولتی توسط تروریست و طالب تسخیر نشده است. او هرچند از آن کرده است که پازگاه ها گاه دست به دست شده است. معاون اول ریاست جمهوری از جانب دیگر گفته است که میلیون ها انسان با سواد به جامعه تقدیم شده که هیچ یک از آنها همسویی با تروریست و طالب ندارد. صالح در این یادداشت از عامیان درس آموخته طالبان زیر عنوان چند تا درس خوانده در پاکستان و یا در توانی با پاکستان یاد کرده است. با گفته امرالله صالح، شهرها از گروه طالبان تنفر دارند و روستاها زیر سلطه این گروه برای آزادی از چنگال این نیروی زشت و خشن لحظه شماری می کند. امرالله صالح نوشته است: از دید طالب، اقتصاد یعنی باجگیری زیر نام عشر و صادرات منظم تریاک. هر کس تمکین نکرد، سزایش قمچین و یا مرمی. معاون اول ریاست جمهوری همچنان گفته است که از دید طالبان، جامعه مدنی یعنی گوش دادن به حرفای تکراری ملای بی تصدیق و فارغ اکوره خطک درباره آخرت است. امرالله صالح نتیجه گرفته است که طالبان برای دنیا پیام ندارند و پیام گروه طالبان در ارتباط به جهان آخرت پر از تناقض و هذیان است. امرالله صالح در مقام مقایسه اما گفته است که مردم در این طرف دسترسی بی قید به علم و عرفان و حق پرسش دارند. معاون اول ریاست جمهوری نوشته است: حق پرسش زیباترین و قویترین حقی است که خدا به بندگانش داده است، اما طالب این حق را به مردم نمی دهد و نداده است. صالح همچنین گفته است که در این طرف یک نظام چندبودی و کثرت‌گرا وجود دارد و ناگزیر است مطابق قانون هر روز به مردم پاسخ بدهد. او نوشته است: آن طرف چند نفر بی سوانه که حتی اجازه پوشیدن لباس با تنوع را ندارند، این طرف باور دارد که خدا رنگ‌ها را هست کرده است و آن طرف دنیا و دیدگاهش سیاه و سفید است، طالب و غیر طالب. معاون رئیس جمهور در ادامه مقایسه کرده است که این طرف به تاریخ اعتقاد دارد و ریشه خود را در هزاران سال می‌بیند، اما برای طالبان تاریخ با ظهور رمزالود و استخباراتی ملامر آغاز شده است و پیش از آن دنیا همه تاریک و نیست بوده است. امرالله صالح در این یادداشت گفته است که جمهوریت نظام عدلی و قضایی دارد، اما طالبان و محکمه سرایی اعتقاد دارند. معاون اول ریاست جمهوری استدلال کرده است که دولت هزاران عضو گروه طالبان را در زندانهای خود نگهداری میکند، اما طالبان هر کی را گرفتند در ساحه سر بریدند. امرالله صالح گفته است که این روش حتی در دوران حاکمیت سیاه طالبان معمول بود. این هزارات معاون اول ریاست جمهوری در حال مطرح می شود که مذاکرات مستقیم بین دولت و طالبان برای نخستین بار در اول هفته جاری کلید خورد. دو هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان در قطر مصروف آمادگی برای مذاکرات.
هستند. شهروندان در مذاکرات صلح نخست باید روی آتش بس تصمیم گرفته شود. نشست آغازین مذاکرات میان افغانان روز گذشته در دوحه برگزار شد. قرار است مذاکرات رسمی در روزهای آینده آغاز شوند. شهروندان کشور با استقبال از آغاز مذاکرات میان افغانان در دوحه از مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان میخواهند که در نخستین گام باید درباره قطع جنگ و تامین آتش بس در کشور تصمیم بگیرند. این شهروندان میگویند که انتظار دارند هر چه زودتر روز فرا برسد که هیچ خانواده فرزندش را در جنگ از دست ندهد. محمد ابراهیم قاسم باشنده کابل گفت دولت و طالبان دل بسوزانند و صادقانه زحمت بکشند و با یک دستاورد خوب برای ملت برگردند. زیاد باشنده ننگرهار نیز اظهار داشت از طالبان میخواهم که در نخست آتش بس کنند و سپس در میز مذاکره بنشینند. این خواست تمام ملت افغانستان است. نشست آغازین مذاکرات میان افغانان روز گذشته در دوحه برگزار شد. قرار است مذاکرات رسمی در روزهای آینده آغاز شوند. شمار از بانوان در کشور میگویند که نباید دستاوردها و آزادی های به دست آمده در مذاکرات صلح نادیده گرفته شوند. فضیله هورزاد عضو تیم ملی باولینگ بانوان گفت در پایان مذاکرات به نتیجه برسند و یا به توافق دست یابند که از یک طرف جنگ ختم شود و از طرف دیگر ارزش ها، حقوق و آزادی هایی که برای فرد افغانستان در قانون اساسی مد نظر گرفته شده است رعایت شوند. مسعوده حسینی کارمند یکی از نهادهای غیر دولتی در کابل نیز افزود زن امروز زن نیست که به گذشته برگردد. رژیم مرد سالارانه ای که طالبان 20 سال قبل خواهان آن بودند دوباره تکرار نمی شود. خدیجه نوری آموزگار در کابل هم هزار داشت. اگر طرف ها تن با آتش بس دادند دیگر هیچ مادر داغ اولادش را نمی بیند. هیچ سرباز شهید نمی شود و هیچ کودک بی پدر نمی شود. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که حقوق قربانیان جنگ در تصمیم گیری های صلح نباید نادیده گرفته شود. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون بیان داشت هر دو طرف روی مجموعه از اصول مشترک به توافق برسند. اولین نکته‌ای که کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان یک اصل روی آن تاکید می‌کند مشترکات که هر دو جانب به عنوان افغان‌ها می‌توانند روی آن به توافق برسند. نظام آینده چگونگی تعدیل قانون اساسی، مردم سالاری و آزادی‌ها از مسائل بحث برانگیز مذاکرات صلح میان افغانان خواهد بود. سپاس از این که با ما بودید. تا ویدئوی دیگر الله یار و مددگار همه‌تان باد.